یک باور غلط و اشتباه رایجی که در مورد ففیلتر فف پرو ال وجود داره اینه که خیلی ها فکر میکنن اتک توی این لیمیتر در واقع یک عمل کردی داره شبیه اتکی که داخل کمپرسور هست در حالی که چنین چیزی نیست مسترینگ لیمیتر ها که بریک وال لیمیتر هستن گاهن بهشون لوک اهد لیمیتر هم گفته میشه اتکشون در واقع در عمل صفره و هیچ اتکی به اون معنی که داخل کمپرسور ها داریم ندارن پس این اتک توی فف فیلتر پروئل چه تأثیری میذاره؟ بچه ها، فف فیلتر پروئل دو مرحله ریلیس داره یه ریلیس اولیه داره که نسبت به اون داینامیکی که اتفاق افتاده اون ترانزینتی که وارد شده واکنش نشون میده شبیه همون ریلیسی که توی کمپرسور ها هست و یه استیج دوم یا مرحله دوم ریلیس داره که در واقع به داینامیک کلی صدا واکنش نشون میده و عملکردش کلی تره در واقع استیج اول ریلیس عملکرد لحظه ای تر و سریع تری داره استیج دوم عملکرد کلی تری داره نسبت به میانگین داینامیک صدایی که داره وارد میشه به لیمیتر حالا این وسط اتک تعیین میکنه چه مدت زمانی استیج اول ریلیز طول بکشه و بعد بریم داخل استیج یا مرحله دوم ریلیز خب این رو بچه توی یک مثال با هم دیگه ببینیم الان اینجا من یه صدای بشکن یا اسنپ رو تو این پروژه دارم و یه لیمیتر روش گذاشتم فقط برای اینکه تست بکنیم چه اتفاقی میفته ریلیس رو در بیشترین حالت ممکن گذاشتم روی ده ثانیه و اتک رو هم روی کمترین حالت ممکن میذارم که صفره بنابراین الان بلا فاصله ما باید بریم توی استیج دوم ریلیز که طولانی تره و ده ثانیه هم قرار امتداد پیدا بکنه و چون اتک رو گذاشتیم صفر بلا فاصله باید بریم توی استیج دوم و استیج اول در واقع زمانش صفر باید باشه ببینیم چه اتفاقی میفته همونطور که میبینید حدود ده ثانیه طول میکشه تا اون ریداکشنی که اتفاق افتاده کاهشی که توسط لیمیتر رخ داده توی صدا برگرده به حالت عادی خودش حالا اگر من بیام مثلا اینجا ده میلی ثانیه اتک رو زیاد بکنم در واقع ما داریم به لیمیتر میگیم 10 میلی ثانیه اول نسبت به ترانزینتی که وارد شده لحظه ای عمل کنه و بعد از 10 میلی ثانیه بره توی استیج دوم ریلیز که عمل کرده کلی داره حالا این رو ببینیم اتفاقی که میفته دقیقا همینه ببینید ده میلی ثانیه اول چون داریم به ترانزینت واکنش سری نشون میدیم ریداکشن فورا توسط ریلیز بر میگرده سر جاش اما بعد از ده میلی ثانیه میریم تو همون استیج دومی که قرار ده ثانیه طول بکشه حالا با توجه به اینکه ما ریلیز رو روی ده ثانیه تنظیم کردیم حالا اگر من بیام اینو خیلی زیاد کنم مثلا بذارم 700 میلی ثانیه اتفاقی که میفته رو ببینید عملا استیج دوم ریلیز که ده ثانیه قرار طول بکشه اصلا اتفاق نمیفته چون توی همون 700 میلی ثانیه استیج اول ریلیز کل ریلیز انجام شده و دیگه ریلیزی باقی نمونده که بخواد تو استیج دوم اتفاق بیفته